به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید. چهار پایان و جنین آنها برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود و استثناء خواهد شد. و به هنگام احرام صید را حلال نشمرید. خداوند هرچه بخواهد و مصلحت باشد حکم می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شعائر و حدود الهی و مراسم حج را محترم بشمرید و مخالفت با آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خوشنودی او می آیند. اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، صید کردن برای شما مانعی ندارد و در خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام در سال حدیبیه باز داشتند، نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز در راه خدا و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرد شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضربه شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقی مانده صید حیوان درنده مگر آنکه به موقع به آن حیوان برسید و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بت‌ها یا در برابر آنها ذبح میشوند، همه بر شما حرام شده است. و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهای تیر مخصوص بخت آزمایی، تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند. بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است. از تو سوال می‌کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است. بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال کردیده. و نیز صید حیوانات شکاری و سگ‌های آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده و آنها یاد داده اید بر شما حلال است. پس از آنچه این حیوانات برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بران ببرید و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است. امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال. و نیز آنان پاکدامن از مسلمانان و آنان پاکدامن از اهل کتاب حلالند. هنگامی که مهر آنها را بپردازی و پاکدامن باشید، نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید. و کسی که انکار کند آنچه را باید که با آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می‌گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می‌ایستید، صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل برآمدگی پشت پا مسح کنید و اگر جنوب باشید خود را بشویید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده قضای حاجت کرده یا با آنان تماس گرفته و آمیزش جنسی کرده اید و آب برای غسل یا وضوء نیابید، با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت، پیشانی و دست ها بکشید. خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید. شاید شکر او را به جا آورید و به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی را که با تأکید از شما گرفت، آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که خدا از آن چه درون سینه هاست آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید
که به پرهیزگاری نزدیکتر است و از معصیت خدا بپرهیزید که از آن چنجام می دهید با خبر است. خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل دوزخند. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمتی را که خدا به شما بخشید به یاد آورید. آن زمان که جمعی از دشمنان قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند و شما را از میان بردارند، اما خدا دست آنها را از شما باز داشت. از خدا بپرهیزید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها گفت: من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا قرض الحسن بدهید، در راه او به نیازمندان کمک کنید. گناهان شما را می پوشانم، می بخشم و شما را در باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف گردیده است. ولی به خاطر پیمان شکنی آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آن چرا به آنها گوشزد شده بود فراموش کردند. و هر زمان از خیانتی تازه از آنها آگاه می شوید مگر عده کمی از آنان، ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و از کسانی که ادعای نصرانیت و یاری مسیح داشتن نیز پیمان گرفتیم، ولی آنها قسمت مهمی را از آن چه به آنان تذکر داده شده بود فراموش کردند. از این رو در میان آنها تا دامنه قیامت عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند در قیامت آنها را از آن چنجام می دادند و نتایج آن آگاه خواهد ساخت. ای اهل کتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردید روشن می سازد به سوی شما آمد و از بسیاری از آن که فعلا افشای آن مصلحت نیست صرف نظر می نماید. آری از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می کند و به فرمان خود از تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و آنها را به سوی راه راز رهبری می نماید. آنها که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است، به طور مسلم کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند جلوگیری کند؟ آری حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست. هر چه بخواهد میآفریند، حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح، و او بر هر چیزی تواناست. یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم. بگو پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات میکند؟ بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده. هر کس را بخواهد و شایسته بداند میبخشد و هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات میکند و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست. ای اهل کتاب، رسول ما پس از فاصله و فترت میان پیامبران به سوی شما آمد در حالی که حقایق را برای شما بیان می کند تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهندهی به سراغ ما آمد و نه بیم دهندهی. همکنون پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمد و خداوند بر همه چیز تواناست. به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، نعمت خدا را بر خود متذکر شوید هنگامی که در میان شما پیامبرانی قرار داد و زنجیر بندگی و اسارت فرعونی را شکست و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار داد و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. ای قوم، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید
و عقب جرت نکنید که زیانکار خواهید بود. گفتند ای موسی، در آن سرزمین جمعیتی نیرومند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن خارج شوند. اگر آنها از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد. ولی دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به آنها نعمت عقل و ایمان و شهامت داده بود گفتند شما وارد دروازه شهر آنان شوید. هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. بنی اسرائیل گفتند ای موسی، تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد. تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید، ما همینجا نشستیم. موسی گفت پروردگارا، من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیت گناهکار جدایی بیفکن. خدا به موسی فرمود این سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنها ممنوع است و به آن نخواهند رسید. پیوسته در زمین در این بیابان سرگردان خواهند بود و درباره سرنوشت این جمعیت گناهکار غمگین مباش. و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان، هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر گفت من چه گناهی دارم، زیرا خدا تنها از پرهیزگاران میپذیرد. اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من هرگز به قتل تو دست نمیگشایم، چون از پروردگار جهانیان میترسم. من میخواهم تو با گناه من و خودت از این عمل باز گردی و بار هر دو گناه را به دوش کشی و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران. نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد. سرانجام او را کشت و از زیانکاران شد. سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جستجو و کندوکاو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت وای بر من، آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟ و سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان از کار خود پشیمان شد. به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند. کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا 4 انگشت از دست راست و پای چپ آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند، مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان توبه کنند. پس بدانید خدا توبه آنها را میپذیرد. خداوند آمرزنده و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله‌ای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. به یقین کسانی که کافر شدند، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناکی خواهند داشت. پیوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند، ولی نمی‌توانند از آن خارج گردند و برای آنها مجازاتی پایدار است. دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را میپذیرد و از این مجازات معاف می شود، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. آیا نمی دانی که حکومت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و مستحق بداند کیفر می کند و هر کس را بخواهد
و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است. ای فرستاده خدا، آنها که در مسیر کفر شتاب می کنند و با زبان می گویند ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازد. و همچنین گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می دهند تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند، آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو نیامدند. آنها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می کنند و به یکدیگر می گویند اگر این که ما می خواهیم به شما داده شد و محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد، بپذیرید وگرنه از او دوری کنید. ولی کسی را که خدا بر اثر گناهان پی در پی او بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نیستی. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند. در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد. آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند. مال حرام فراوان می خورند. پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا اگر صلاح دانستی آنها را به حال خود واگذار، و اگر از آنان صرف نظر کنی به تو هیچ زیانی نمی رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد. چگونه تو را به داوری می طلبند در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خداست؟ وانگهی پس از داوری خواستن از حکم تو چرا روی می گردانند؟ آنها مؤمن نیستند. ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می کردند. و همچنین علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند داوری می نمودند. بنابراین به خاطر داوری بر طبق آیات الهی از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید، و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند. و بر آنها بنی اسرائیل در آن تورات مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می باشد و هر زخمی قصاص دارد، و اگر کسی آن را ببخشد و از قصاص صرف نظر کند، کفاره گناهان او محسوب می شود. و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است. و به دنبال آنها پیامبران پیشین عیسی ابن مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت، و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود. و این کتاب آسمانی نیز تورات را که قبل از آن بود تصدیق می کرد و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود. اهل انجیل پیروان مسیح نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند، و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی کنند فاسقند. و این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن، از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن و از احکام الهی روی مگردان. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم، و اگر خدا می‌خواست همه شما را امت واحدی قرار می‌داد، ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد. پس در نیکی‌ها بر یکدیگر سبقت جویید. بازگشت همه شما به سوی خداست. سپس از آنچه در آن اختلاف می‌کردید به شما خبر خواهد داد. و در میان آنها اهل کتاب طبق آنچه خداوند نازل کرده داوری کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش. مبادا تو را از بعضی احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازد. و اگر آنها از حکم داوری تو روی گردانند، بدان که خداوند می‌خواهد آنان را به خاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند. آیا آنها حکم جاهلیت را از تو می‌خواهند؟ و چه کسی بهتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند حکم می‌کند؟ ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را ولی و دوست و تکیه‌گاه خود انتخاب نکنید. آنها اولیای یکدیگرند و
و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند. خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند. ولی کسانی را که در دلهایشان بیماریست می بینی که در دوستی با آنان بر یکدیگر پیشی می گیرند و می گویند می ترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد و نیاز به کمک آنها داشته باشیم. شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند. آنها که ایمان آوردند می گویند آیا این منافقان همانها هستند که با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که با شما هستند؟ چرا کارشان به اینجا رسید؟ آری اعمالشان نابود گشت و زیانکار شدند. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد به خدا زیانی نمی رساند. خداوند جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می کنند و سرزنش هیچ ملامتگری حراسی ندارند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته ببیند می دهد و فضل خدا وسیع و خداوند داناست. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند پیروزند، زیرا حزب و جمعیت خدا پیروز است. ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی که آیین شما را به باد استهزاء و بازی می گیرند از اهل کتاب و مشرکان ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید. آنها هنگامی که اذان می گویید و مردم را به نماز فرا می خوانید آن را به مسخره و بازی می گیرند. این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند. بگو ای اهل کتاب، آیا به ما خورده می گیرید؟ مگر ما چه شرطی داریم جز این که به خداوند یگانه و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه پیش از این نازل گردیده ایمان آورده ایم؟ و این به خاطر آن است که بیشتر شما از راه حق خارج شده اید. بگو آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا برتر از این است با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و مسخ کرده و از آنها میمونها و خوکهای قرار داده و پرستش بت کردند. موقعیت و محل آنها بدتر است و از راه راست گمراه ترند. هنگامی که نزد شما می آیند می گویند ایمان آوردیم، اما با کفر وارد می شوند و با کفر خارج می گردند و خداوند از آن چه کتمان می کردند آگاه تر است. بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی و خوردن مال حرام شتاب می کنند که زشت از کاری که انجام می دادند. چرا دانشمندان نصارا و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی کنند که زشت از عملی که انجام می دادند؟ و یهود گفتند دست خدا با زنجیر بسته است، دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد میبخشد. ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها میافزاید و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش ساخت و برای فساد در زمین تلاش میکنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند گناهان آنها را می بخشیم و آنها را در باغهای پر نعمت بهشت وارد می سازیم. و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده قرآن برپا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد. جمعی از آنها معتدل و میان رو هستند ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می دهند. ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام ندادی. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می‌دارد و خداوند
جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کنند. ای اهل کتاب، شما هیچ آیین صحیحی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید، ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده نه تنها مایه بیداری آنها نمی گردد، بلکه بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. بنابراین از این قوم کافر و مخالفت آنها غمگین مباش. آنها که ایمان آوردند و یهود و صابئان و مسیحیان هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکم بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنها می‌آورد، عده‌ای را تکذیب می‌کردند و عده‌ای را می‌کشتند. گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود. از این رو از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق نابینا و کر شدند. سپس بیدار گشتند و خداوند توبه آنها را پذیرفت. دیگر بار در خواب غفلت فرو رفتند و بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند به آنچه انجام می‌دهند بیناست. آنها که گفتند خداوند همان مسیح ابن مریم است، به یقین کافر شدند، با اینکه خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل، خداوند یگانه را که پروردگار من و شماست پرستش کنید، زیرا هر کس شریک برای خدا قرار دهد، خداوند بهش را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران یار و یاوری ندارند. آنها که گفتند خداوند یکی از سه خداست، نیز به یقین کافر شدند. معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر از آن چه میگویند دست بر ندارند، عذاب دردناکی به کافران آنها که روی این عقیده ایستادگی کنند خواهد رسید، یا به سوی خدا باز نمی گردند و از او طلب آمرزش نمی کنند، در حالی که خداوند آمرزنده و مهربان است. مسیح فرزند مریم فقط فرستاده خدا بود. پیش از وی نیز فرستادگان دیگری بودند. مادرش زن بسیار راستگویی بود. هر دو غذا می خوردند. با این حال چگونه دعوی الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟ بنگر چگونه نشانه را برای آنها آشکار می سازیم؟ سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده می شوند؟ بگو آیا جز خدا چیزی را می پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟ و خداوند شنوا و داناست. بگو ای اهل کتاب، در دین خود غلو و زیاده روی مکنید و غیر از حق نگویید و از هوس‌های جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید. کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم لعن و نفرین شدند. این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز می نمودند. آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند یکدیگر را نهی نمی کردند. چه بد کاری انجام می دادند. بسیاری از آنها را می بینی که کافران و بت‌پرستان را دوست می دارند و با آنها طرح دوستی می ریزند. نفس سرکش آنها چه بد اعمالی از پیش برای معاد آنها فرستاد که نتیجه آن خشم خداوند بود و در عذاب الهی جاودانه خواهند ماند. و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند، هرگز آنان کافران را به دوستی اختیار نمی کردند، ولی بسیاری از آنها فاسقند. به طور مسلم دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی میابی که میگویند ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که در میان آنها افرادی عالم و تارک دنیا هستند و آنها در برابر حق تکبر نمی‌ورزند. و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را میبینی که از شوق اشک میریزد به خاطر حقیقتی که دریافتند. آنها میگویند پروردگارا، ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان و شاهدان حق در زمره یاران محمد بنویس. چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم، در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟ خداوند به خاطر این سخن با آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که زیر درختانش
نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، همانها اهل دوزخند. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید. خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و خالی از اراده مؤاخذه نمی کند، ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم کرده اید مؤاخذه می نماید. کفاره این گونه قسمها اطعام 10 نفر مستمند از غذاهای معمولی است که به خانواده خود می دهید، یا لباس پوشاندن بران 10 نفر و یا آزاد کردن 1 برده و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد 3 روز روزه می گیرد. این کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد می کنید و مخالفت می نمایید و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید. خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند، شاید شکر او را به جا آورید. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام نوعی بخت‌آزمایی پلید و از عمل شیطان است. از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا با این همه زیان و فساد و با این همه نهی اکید خودداری خواهید کرد؟ اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و از مخالفت فرمان او بترسید و اگر روی برگردانید مستحق مجازات خواهید بود و بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست و این وظیفه را در برابر شما انجام داده است. بر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند گناهی در آن چه خوردند نیست و نسبت به نوشیدن شراب قبل از نزول حکم تحریم مجازات نمی شوند اگر تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند. سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند. سپس تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند. و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما را به چیزی از شکار که به نزدیکی شما می آید، به طوری که دست ها و نیزه هایتان به آن می رسد می آزماید تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب از خدا می ترسد و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناکی خواهد داشت. ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال احرام شکار نکنید و هر کس از شما عمدن آن را به قصد برساند باید کفاره معادل آن از 4 پایان بدهد. کفاره که 2 نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به حریم کعبه برسد، یا به جای قربانی اطعام مستمندان کند، یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده، ولی هر کس تکرار کند خدا از او انتقام می‌گیرد. به خداوند توانا و صاحب انتقام است. سیر دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از آن بهره‌مند شوید، ولی مادام که محرم هستید شکار صحرا برای شما حرام است و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید. خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله‌ای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار را. این گونه احکام حساب شده و دقیق به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است می‌داند و خدا به هر چیزی داناست. بدانید خدا دارای مجازات شدید و در این حال آمرزنده و مهربان است. پیامبر وظیفه جز رسانیدن پیام الهی ندارد و مسئول اعمال شما نیست. و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند. بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستند، هرچند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد. از مخالفت خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید. ای کسانی که ایمان آورده اید،
از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار می شود. خداوند آنها را بخشیده و نادیده گرفته است و خداوند آمرزنده و بردبار است. جمعی از پیشینیان شما از آن سوال کردند و سپس با آن به مخالفت برخواستند. ممکن است شما هم چنین سرنوشتی پیدا کنید. خداوند هیچ گونه بهیره و صائبه و وسیله و هام قرار نداده است. اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت استفاده از آنها را به عللی حرام می دانستند و این بدعت در اسلام ممنوع است. ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ می بندند و بیشتر آنها نمی فهمند. و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، می گویند آنچه از پدران خود یافته این ما را بس است. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند باز از آنها پیروی می کنند؟ ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید. اگر شما هدایت یافته اید گمراهی کسانی که گمراه شدند به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آن چه عمل می کردید آگاه می سازد. ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبد. یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرا رسید و در آنجا مسلمانی نیافتید دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید. و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آنها را بعد از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم هرچند در مورد خیشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود. و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شدند و حق را کتمان کردند دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولا هستند به جای آنها قرار می گیرند و به خدا سوگند یاد می کنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما تجاوزی نکرده ایم که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود. این کار نزدیکتر است به این که گواهی به حق دهند و از خدا بترسند و یا از مردم بترسند که دروغشان فاش گردد و سوگندهایی جای سوگندهای آنها را بگیرد. از مخالفت خدا بپرهیزید و گوش فرا دهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. از روزی بترسید که خداوند پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید در برابر دعوت شما چه پاسخی به شما داده شد؟ میگویند ما چیزی نمیدانیم تو خود از همه اسرار نهان آگاهی. به خاطر بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی ابن مریم گفت یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدیم زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که در گاهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن میگفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و مردگان را نیز به فرمان من زنده می کردی و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی ولی جمعی از کافران آنها گفتند اینها جز سحر آشکار نیست. و به یاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادیم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید آنها گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم. در آن هنگام که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم آیا پروردگارت می تواند مائده ای از آسمان بر ما نازل کند؟ او در پاسخ گفت از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید. گفتند ما نظر بدی نداریم می خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما به رسالت تو مطمئن گردد و بدانیم به ما راست گفتی و بر آن گواه باشیم. عیسی ابن مریم عرض کرد خداوندا پروردگارا از آسمان مائده‌ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه ای از تو و به ما روزی ده تو بهترین روزی دهندگانی. خداوند دعای او را مستجاب کرد و فرمود من آن را برای شما نازل می کنم ولی هر کس از شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید او را مجازاتی می کنم
که احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم. و آنگاه که خداوند به عیسی ابن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ او میگوید منزهی تو، من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم تو میدانی، تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم. به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها با خبری. من جز آنچه مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم. با آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست. و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم. ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی. با این حال اگر آنها را مجازات کنی بندگان تو اند و قادر به فرار از مجازات تو نیستند. و اگر آنان را ببخشی توانا و حکیمی. نه کیفر تو نشانه بی حکمتی است و نه بخشش تو نشانه ضعف. خداوند میگوید امروز روزی است که راستی راستگویان با آنها سود میبخشد. برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن میگذرد و تا ابد جاودانه در آن میمانند. هم خداوند از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. این رستگاری بزرگ است. حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست.